شناسنامه در هفته دفاع مقدس آمده خدمت متولی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، کسی که از عنفوان جوانی در جبهه ها بوده و بعد از جنگ هم مستقیم و غیر مستقیم با عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی که به نوعی مرتبط میشن با عرصه دفاع مقدس و باید به نوعی زمین ساز اون باشن ارتباط داشته و چهره ای شناخته شده است، سردار دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. آقای دکتر خیلی ممنون که وقتت. با لباس نیروی انتظامی من اینجا بعد لباس عوض کردیم. چی بود قضیهش؟ لباس ما عوض نکردیم، دستور دادن که عوض بشه. تدبیر مقام معظم رهبری بود که فرموده بودن که ایشون لباس بسیجی بپوشه در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. هم لباسمون عوض شد. یعنی هواپیمای خودمون اومد تو سطح خیلی پایین هم حرکت میکرد، تو سطح خیلی پایین حرکت میکرد بمبارون کرد اونجا رو. این اصلا من این اصلا یه چیزی به هم ریخت و منم اتفاقا پرتاب شدم، یعنی موجم گرفت منو پرتاب شدم اون برو و تو همون وضعیتی که پرتاب شدم و اینا شروع کردم به دویدن با چه سرعتی دیگه خدا میدونه. شروع کردم به دویدن، رفتم طرف نیروی خودی، اون بچه‌ها که بچه نیروی خودی که اون بچه‌ها بود اونا رو هم دیگه سراغ نگرفتم، فقط اومدم اینور با دوربین اوکی. ولی منطقه اصلا خاک شده بود، وضعیت خوبی نبود دیگه، هیچی، منم وضعم اصلا خوب نبود. میگم موج دادم که میگیره، سردرد شدید و خیلی وضعم خراب بود. به این بچه‌هام گفتم حق نداری داری تو قرار ببری کسی تعریف کنید. هم عضو شورای فرهنگ عمومی کشور هنوز هم هستید؟ بله. شورای اجتماعی هم که بودید، چقدر این دوتا شورایی که بالاخره نقش اساسی تو فرهنگسازی اجتماع رو و رصد مسائل اجتماعی رو برعهده دارن، معتقدن که با نشر درست ارزش‌های دفاع مقدس میشه این نابسامانی‌های موجود تو جامعه رو کم کرد؟ چقدر اصلا دغدغه‌شون هست؟ اعتقاد دارند، کسی تو بحثا مخالفتی نداره، دغدغه شون نیست، اعتقاد دارند. یعنی ببینید اعتقاد دارند، دغدغه نیستش. ممکن حالا اشکال از ما هم بوده باشه، ما هم نتونستیم اونطور که باید شاید پیگیری بکنم. من خودمو میگم از وقتی خودم اومدم، قبل کار ندارم، ولی واقعیتش من به شما بگم آقای رنجبران، در موضوع دفاع مقدس وحدت وجود داره، یعنی چه دولت قبلی چه دولت فعلی. ما حرکتایی رو خواستیم بکنیم، کسی مانع ما نشده و کمکمون کردن، انصافا کمک کردن. به هر حال به درستی پیگیری کنیم، برنامه ببریم که کمکمون بکنن. بالاخره باید رفت پیگیری کرد و به قول معروف سمج بود تا کارا انجام شد. تو معاملات اجتماعی چقدر از این دغدغتون که بالاخره دیگه من که میدونم این دغدغه شما بوده که از این نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای برخی از این ناهنجاری‌های اجتماعی و برطرف کردنش استفاده بکنید، چقدر تونستین استفاده بکنید؟ اصلا اس و اساس ما اونجا دفاع مقدس بود، چون هم فرمانده ما سردار دکتر مقدم خودش بچه جبهه جنگ و از فرماندهان دفاع مقدس بود، دوستانی که با ما کار می‌کردن، خود ما، اصلا ما هر چی داشتیم الگوگیریمون از واقعا مسئله دفاع مقدس بود و اصل برای این بود که جهادی بسیجی باید وارد این میادین بشیم و داوطلبانه. همین قضیه امنیت اخلاقی هم از همون نوع کاراست که به هر حال پاش وایسادن، جهادی پاش وایسادن. واقعا مدیریت جهادی همون بود، عزمی که اونجا وجود داشت، واقعا در اونجا ما همچین چیزی بود. ولی خب نوع کار فرق می‌کرد دیگه، باید تغییرش میدادی، باید به هر حال رنگش رو عوض می‌کردی، چون نمی‌شد شبیه همون این کارو کرد. خیلی هوشمندانه. بله، هوشمندانه باید انجام می‌شد. ولی این بود واقعا انگیزمون. شما تو اوج فتنه 88 هم معاون اجتماعی ناجا بودید، نیروی انتظامی بودید. مطمئنم خب یکی از وظایف مهم معاونت اجتماعی پیشبینی عرصه‌های اینچنینی تو مواقع خاص اجتماعی آمادگیشو داشتید واقعا اون موقع. خیلی از نهادهای امنیتی هم ما نشستیم گفتم واقعا آمادگیش نداشتید. واقعیتش اینه که من سال 88 وقتی رفتم معاون اجتماعی ناجا شدم تقریبا در اواسطش بود،
در اواسطش بود، ولی قبلش خب مشاور سردار مقدم بودم، فرمانده محترم نیروی انتظامی و مشاور سرلشکر جعفری سپاه در دو طرفش کار میکردم. در جریان مسئله فتنه اینا بودیم، ولی من چیزهایی که نگاه کردم، نمیخوام بگم 100%، ولی نیروی انتظامی آمادگی نسبی داشت، ولی در بعضی از مواردی که پیش اومد میشه گفتش که بله چیز جدیدی بود، یعنی یه نوع حرکت جدیدی بود، ولی نیروی انتظامی زود تونست خودش جمع بکنه و آماده بشه. یعنی نیروی انتظامی به نظر من یکی از افتخارات بزرگش در این اتفاقی که افتاد نیروی انتظامی ایستاد، چون همیشه یکی از مشکلات در نیروی انتظامی بود که نیروی انتظامی در ایستادگیش یه مقدار مسئولین در کشور شبهه داشتن، ولی در موضوع فتنه نیروی انتظامی به درستی ایستاد و مقاومت کرد و به تکلیفش عمل کرد و به وظایفش عمل کرد. بله، تو اون برهه شما از وسط کار فتنه که آمدید دیگه اتاق فکر تشکیل دادید و بله اتاق فکرهای مختلف در مورد پیشبینی، پیشگیری اینها انجام میشد و بهش هم اعتنا میشد. بله، اساتید دانشگاه جاهای مختلف بله بله کمک میکردن، بله میامدن کمک میکردن. اصلا برای این بود که به هر حال حساب فتنه‌گرا از مردم باید جدا باشه دیگه، چون اتفاقاتی که میافتاد این بود باید جدا بشه. تو خود قضیه فتنه‌گران برخورد نیروی انتظامی برخورد حسبی نبود، چون میدونستن که تعدادی از این کسانی که اومدن بعضن تو خیابونا اقفال شدن و یه عده هستن که فقط به هر حال اینها مقرضانه دارن عمل میکنن. نیروی انتظامی خیلی سعی میکرد و سعی هم کرد و واقعا در این مسئله هم توفیق داشت که هوشمندانه عمل بکنه. در حوزه به هر حال کارهای تبلیغی و فرهنگی هم نیروی انتظامی خیلی زحمت داره کشید. آره، اینکه میگن که تو مواقع خاص بحرانی این چنینی که دیگه بعد امنیتیش خیلی بالا میشه نیروی انتظامی واگذار میکنه به سپاه، درست بود؟ یعنی واگذار شد این عرصه؟ به هر حال یه ضوابطی در کشور وجود داره، در شورای امنیت کشور، در شورای امنیت ملی، تدابیری از ستاد کل وجود داره که به هر حال تقسیم کاری در کشور وجود داره، ولی در موضوع فتنه تقریبا میشه گفتش که بالای نزدیک به 80% عهده خود نیروی انتظامی بود. البته اگر مردم وارد نمی‌شدن و نیروهای مردمی وارد نمی‌شدن، مسلم این بود که این فتنه خاموش نمی‌شد. حتی نیروی انتظامی مدیریت می‌کرد با کمک دوستان سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، همه واقعا پای کار بودن و بسیج نقشش بی بدیله. یعنی شما بسیج رو بدونید که نجات دهنده این مملکت در همه زمان‌ها بوده، در فتنه هم نجات دهنده این مملکت بسیج بود. شما مدتی هم نظام وظیفه، مسئول نظام وظیفه ناجا بودید. آیا فکر میکنید استفاده درستی از این خدمت سربازی میشه آقای دکتر؟ راضی هستین از این؟ حالا به عنوان کسی که بالاخره تجربه خوبی هم اونجا داشتی، و از این طراحی خدمت نظام وظیفه، این چیزایی که آموزش میدن، چطور به نظر خودتون؟ واقعیتش اینه که سربازی تمرین زندگیه. ما هیچ عرصه‌ای تو کشور نداریم که یه جوونی بیاد با همه اقشار زندگی کنه، با همه اقوام زندگی کنه، از اون زندگی که تو خانواده پدر مادرش داشته جدا بشه. من واقعا سربازی رو تمرین زندگی میدونم. و اینکه قدیمی ها میگفتن کسی که میره سربازی مرد میشه، واقعا اینو اعتقاد داشتم. الان جالبه که خیلی از جوان ها رو که نگاه میکنم سربازی نرفتن، با اون که سربازی رفته متفاوته. اونایی که سربازی رفتن موفق ترن تو زندگیشون. ولی اینکه آیا ما میتونیم در مورد سربازان همت بیشتری بگذاریم تو نیروهای مسلح، واقعا اینم جا داره و این مورد تاکید مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری فرمایشی دارن، میفرمایند شما کاری بکنید که جوان ها وقتی میان سربازی استفاده کنن از مدت سربازی، یه آموزشی براشون باشه، احساس نکنن که سربازی وقتشون رو داره تلف میکنه و بتالت میگذرونه.
ولی من میخوام به شما بگم روز به روز وضع بهتر شده. یعنی من از اون وقت خودم، یعنی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ همین نشر ارزش‌های دفاع مقدس که خب یک رکنی باید باشه تو سربازی، آیا تونستیم واقعا طراحی خوبی داشته باشیم؟ مطلوب نیست ولی روز به روز بهتر شد. مطلوب نبوده ولی وضع سربازان، من سال 80 تا 86 توی وظیفه بودم به عنوان وکیل مدافع سربازان بودیم، ما نیروهای مسلح صحبت می‌کردیم. ولی الان وضع سربازا رو نگاه می‌کنم، واقعا وضعیت سربازا چه نظر معیشت، چه نظر لباس، چه نظر فرهنگی توی مسابقات ورزشی، یعنی این حاکمیان هم چه نظر جسمی سالم باشن، چه نظر فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های خودشون، استفاده از ظرفیت‌ها. واقعا یکی از مسائلی که نیروهای مسلح مطرح بود این بود که این سربازا که دارن میان، به هر حال فرماندهانشون باید طوری باشه که با این سربازان بتونن برخورد کنن، چون سطح سواد سربازا روز به روز داره جوونا بیشتر میشه. من میخوام بگم سربازان در نیروهای مسلح واقعا وضعیتشون روز به روز بهتر شده، ولی بازم فرماندهان نیروهای مسلح به این قانع نیستن و دارن کمک میکنن که وضعیتشون بهتر باشه. و واقعا هم سربازی، من به شما بگم ما باید قدر این سربازی رو بدونیم. یعنی مردم در اداره کشور در همه جا حضور دارن، در اداره نیروهای مسلح هم بچه هاشون هستن که در نیروهای مسلح دارن کمک میکنن و اینم یه افتخاریه دیگه در که به هر حال سربازی در یک کشوری وجود داره. تو زمان شما این قضیه مافیاهای غیر قانونی که حالا برای بعضی از این ورزشکارا الان داره مطرح میشه، مطرح شده بود؟ بله بود، همیشه این اتفاقات بالاخره بود دیگه، جعل بود، عرضم به خدمت شما، تقلب میکردن، کارهایی میکردن، همیشه بوده. نفوذ تو خود نظام وظیفه هم میکردن بعضن؟ نفوذ توی وظیفه عمومی، من اون موقعی که بودم بعضن بله چند مورد ما داشتیم که ممکنه یه ماموری تقلب میکرد، بلا فاصله حفاظت اطلاعات بود، بازرسی بود، برخورد میکردن، ممکنه این اتفاق هم بیفته، ولی اکثرا نه، اکثرا اصلا مثلا در اومده بعضی از این فوتبالیست ها ظاهرا میرفتن مثلا به خاطر یه چیز پزشکی معافیت گرفتن، کاپتان تیم هم هست داره. نه نه، اینا تو وظیفه عمومی اتفاق نمیفته اکثرا، یعنی اصلا قاطعا، یعنی قاطعانه میتونم بگم اونجا اتفاق نمیفته. به هر حال میرن تو مسائل معاینات پزشکی که جای دیگه انجام میشه، میدونید که معاینات پزشکی توی وظیفه عمومی انجام نمیشه، در بیمارستان ها انجام میشه. قبلا که تو بزومی نه 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 از اول بیمارستان بله بله, بله اینجوری بود، تخصص کمیته پزشکی خود. نه 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 ببینید، یه کمیسیون پزشکی هستش، مدارک رو میارن ارائه میکنن، اونجا بررسی فقط اونجا بررسی میکنن، رأی میدن. یعنی میخوام به شما عرض کنم که از قبلا بوده، حتی یه موقعی من یادمه که تیمسار رزمجو که قدیم ها زمان جنگ رئیس وظیفه عمومی بود، ما تو منطقه بودیم، چون اولین جایی که تو سپاه سرباز گرفتن، جالب هم به شما بگم، اولین جایی که تو سپاه سرباز گرفتن ما تو منطقه غرب بود، سپاه سرباز نمی گرفت، ممانعت میگن، میگم من سرباز نمیگیرم. اتفاقا اومدن آقای رضایی فرمانده کل سپاه، آقای دکتر رضایی فرمانده کل سپاه بودن، اومدن اونجا فرمودن که باید بگیرید، شما مسئول هستید، برید این کارو انجام بدید. ما از همدان شروع کردیم، اول به عنوان پاسدار وظیفه سرباز گرفتیم، چون خیلی همون پاسدار وظیفه عضو سپاه شدن و تعدادشون هم تو جنگ شهید شدن. اونجا باز شد دیگه، سپاه شروع کرد به سرباز گرفتن. با آقای رزمجو ارتباط داشتیم، تیمسار رزم اون موقع سرهنگ بود، ایشون همون موقع برای ما تعریف میکرد. بعد هم که من خودم رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی شدم، ایشون میامد همه مسئولین ادوار مختلف رو جمع میکردیم، اینا از این تقلبات و این به هر حال تخلفات صحبت میکرد. نیویورک هم رفتیم با آقای احمدی نژاد؟ بله نیویورک هم رفتیم. خاطره خاصی دارین از اونجا؟ والا اونجا بله. بهتون چقدر مراجعه شد اصلا برای بله خیلی مراجعه شد، مراجعه زیاد بود، هر کشوری میرفتیم. خب امریکا هم یه وضع خاص خودش داشت، اون سالی هم بود که اون مسئله دانشگاه کلمبیا، بله دانشگاه کلمبیا اتفاق افتاد. و من فقط اینو به شما بگم، من رفتم واقعا اینو قلوب نمیخوام بکنم، خدا به سر شاهده، وقتی رفتم اونجا واقعا دیدم که خون شهدا هدر نرفته، زحمات امام هدر نرفته، این مجاهدت مردم هدر نرفته. خیلی جمهوری اسلامی با عظمت و بزرگ بود اونجا،
من خودم وقتی رفتم اونجا یادم بعد از اون اتفاقاتی که تو کلمبیا افتاد، اومدیم تو هتل، آقای احمدی نژاد به من گفتن که آقای کارگر نظرت راجع به اتفاقاتی که مثلا صبح افتاد تو دانشگاه چی بود؟ من گفتم درود بر خمینی، درود بر شهدا. همینو بهش گفتم. گفتم واقعا. و یکی از چیزام این بود که شناخت مقام معظم رهبری نسبت به جامعه جهانی شناخت درستی بود. ما یه شب قبل از اینکه بریم نیویورک، ما رمزون بود دیگه، مسئولین نظام خدمت آقا رسیدیم. آقا اونجا یه تحلیلی راجع به لیبرال دموکراسی کردن. خب ما وقتی رفتیم اونجا دیدیم مثل اینکه مقام معظم رهبری اصلا اونجا زندگیم، یعنی زندگی اونجا رو درک کردن واقعا. یعنی اصلا واقعا همینطور بود. چون ما تو مجمع عمومی هم شرکت کردیم و دیدیم باز بعضی از این مسئولین کشورها که می آمدن. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی، من خودم اونجا واقعا خیلی روحیه پیدا کردم که باید تو نظام جمهوری اسلامی هر چی توان داریم بگذاریم و کار بکنیم. هر چی کار بکنیم جواب میده. ما نگاه نکنیم، ما جمهوری اسلامی داخلش هستیم، قدر این نعمت بزرگ رو نمیدونیم. باید پامونو بذاریم بیرون. اونم اون موقعی که مثلا میری مجمع عمومی سازمان ملل، تمام سران کشورها میان و با چه احترامی به نظام نگاه میکنن. و اینکه حالا به رئیس جمهور ما با این احترام نگاه میکنن، ما ببینیم عقبش چیه. عقبش این از خودگذشتگی این مردم، شهادت این شهیدان، جانباز شدن بچه‌ها، همین دفاع مقدس واقعا عظمت بزرگی بود. من جالبه ایستی به شما بگم، خیلی جالبه، ما وقتی رفتیم اونجا یه جلسه ای بود، ایرانیان از همه ایالت ها، تقریبا ایالت ها که بودن، مثلا بعضی از ایالت ها 7-8 ساعت پرواز کرده آمده بودن. جالبه که الان من همین الان که با شما داشتم صحبت می‌کردم یادم افتاد این مطلب. جالبه یکی از افتخارات بعضی از اینایی که اومده بودن پیش ما و با من صحبت می‌کردن از بچه‌هاش اینا، بلافاصله میگفتن ما چند ماهی جبهه بودیم، ما پسر داییمون شهید شده، پسر عمه‌مون شهید شده فلان. یعنی واقعا انسان نگاه میکنه میبینه تا کجا هستش. و یکم راجع به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی اینا میگفتن، اینا واقعا افتخار میکردن. حالا تیپاشون یه تیپای خاصی بود، البته موقعی که اومده بودن تو مراسم موجه اومده بودن، ولی واقعا افتخار میکردن به جمهوری اسلامی. کم کم جمع کنیم گفتگومون رو. قبول دارید بنیاد، حالا نگم اینجوری بگم، میگم بنیاد داره اقدامی برای این تبیین حضور نقش بانوان تو عرصه دفاع مقدس انجام داده، احساس میشه که اون که باید انجام بشه نتونست حق مطلب ادا بکنه، درسته؟ واقعا همینطوره. ما دفاع مقدس خیلی مردونه دیدیم، یعنی واقعا نقش همون خاطری که اون خانم‌ها گفتید که اسیر کرده بودن چند نفر و اینا. واقعیتش اینه که ما دفاع مقدس خیلی مردونه دیده بودیم و دیدیم. مثلا ما الان واقعا میبینیم که خانوما در مورد نقش خانوما خیلی کم کار شد. واسه همینم ما یه همتی کردیم، سازمان مشارکت زنان در دفاع مقدس رو تأسیس کردیم و خانوما فعال شدن و الان یه تقریبا نزدیک یک سالی هستش الحمدلله فعال شدن تو این کار. یعنی شده خبرهای خوشی ممکنه بیاد بیرون. بله، الان خیلی از کارها هم انجام دادن، یه شورای راهبردی درست کردن، دارن تلاش میکنن و خانمایی که تو این عرصه بودن رو جمع کردن، دارن این کار رو انجام میدن، مورد استقبالم واقع شده. آقای کارگر، صمیمی‌ترین رفیقتون، دوستتون تو جبهه کیا بودن؟ یکی بود شهید سید باقر طباطبایی نژاد. شهید شد. بله، همین بچه برادرزاده همین آقای طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان هستن. عجب. بله، شهید شدن. فرمانده یکی از قرارگاه‌های فرعی رمضان بودن. یکی شهید حبیب الله داوود آبادی. ایشون هم که شهید شدن توی کربلا، یک شهید شدن. آقای سید باقر طباطبایی نژاد در همزمان با مرساد توی یکی از قرارگاه ها شهید شدن. آقای بروجردی که رئیس ما بودن، شهید بروجردی که اصلا رئیس ما بودن و ایشون
خدمت شما عرض کنم که و شهید حسن باقری که ایشون هم بازم رئیس ما بودن و شهید مهدی زینبی. با این رابطه صمیمی داشتیم. اونا لطف ما داشتن، ما که صمیمیت آقای باقری که حسن باقری که اصلا فرمانده بالاتر بود و ولی خیلی صمیمی و دوستانه و آقا مهدی زینبی نزدیکتر بود. آقای بروجرد که دیگه به هر حال رو زمین نبود. دو تا سوال شخصی دیگه بپرسم و خداحافظی میکنیم. یکی این که نیم ساعت اسیر شدید شما. این نیم ساعت اسیرتون چی بوده قصه‌اش؟ والا این کربلا یک که بود، چون منطقه ما بود دیگه، ما قرارگاه نجف بودیم، تو مارمزون بود که عراق حمله کرد مهران رو گرفت و با شهید داوود عادی رفتیم اونجا و تو منطقه مستقر شدیم، دیگه بر نگشتیم. تو موقعی که عملیات شد تقریبا یه فکر کنم یک ماه خورده ایم یک ماه خورده ای طول کشید تا آزادی. همون شب عملیات فرمانده قرارگاه فکر میکنم تو زناس آقای شمخانی بود و معاونش هم آقای ایزدی بود که آقای ایزدی فرمانده قرارگاه نجف. من با آقای ایزدی گفتم بابا ما دیگه میخوام بریم، آقا این کارا رو ما انجام دادیم، یگان ها آماده هستن، همه چی هستن، نیروی چی شده فلان، بذار ما بریم تو خط و اینا. گفت حق ندارید برید، امام فرمودن که یه رده هایی نباید برن تو خط، شما هم نباید بری، باید باشی اینجا کارات انجام. همون روز اول عملیات که شد، همون روز اول خبر رسید که آقای دستواره شهید شده و آقای داوود عادی هم شهید شده، حیب الله داوود. ما هم خب خیلی ناراحت شدیم، صبح بود و اینا، هنوز جنازه هم نیومده بود. ما بچه‌ها گفتیم بریم تو خط ببینیم چه خبره. گفتن آره دشمن فرار کرده رفته و واقعا هم همینطور بود. خیلی حالا وقتش نیست که من برای شما بگم که چه معجزه‌ای در کربلای یک اتفاق افتاد و ما با کمترین نیرو بیشترین به هر حال پیروزی رو داشتیم، چون همه دیگه گفتن یا علی مدد. از خود فرمانده لشکرام رفتن تو خط. ما اومدیم همین تو هرمزآباد قبل از مهران هستش، وقتی که شما از جنوب به شمال حرکت میکنید به این صورته. من تو هرمزآباد که اومدیم، من سراغ کسی رو گرفتم، یکی یه نفر با موتور میره، از این بچه های لشکر ده هم بود اتفاقا. من از پرسیدم گفتم سراغ کسی رو میگرفتیم؟ گفتن که تو اون امامزاده هستن، مقابل هرمزآباد یه امامزاده بود، نمیدونم اسم اون روستای سید حسن یا سید محمد همچین چیزی بود. گفتن اونجا هستن، اون تو با ماشین نمیتونید بری چون تو تیررس ممکنه معلوم، چون جبهه هم به هم ریخته بود، یعنی بس کی خطا معلوم اصلا معلوم نبود، چون عراقی ها باور نمیکردن، بچهای ما باور نمیکردن خطا اینجوری بشکنه، به هم ریخته بود. ما رفتیم اون ماشین گوشتیم با راننده کسی اونجا بود، یه دو نفر هم همراه من اومدن، رفتیم تو اون امامزاده. اتفاقا تو ذهنم هست، حالا بعضی میگم حالا ما هم دوچار فراموشی شدیم، فکر کنم یکی از گردانای لشکر 27 اونجا بود، گردان حبیب که آقای محقق فرماندهش بود، خدای محقق و بچه‌هاشون بودن. ما سراغ گرفتیم کسی رو، گفتن نه ایشون اینجا نیست، رفته و اینا. موقع برگشتن به این بچه‌ها من گفتم زودتر برید برید ماشین رو آماده کنید و اونجا بریم و اینا. گفتم من دارم میام یواش یواش. ما همین که داشتیم میامدیم، خب اون موقع از مقابل هرمزآباد مستقیم اومده بودیم، این موقع چون تو دشت شما راه مشخصی نداری، تو کوهستان وضع خیلی بهتره، راه رو یه مقدار کچتر ما اومدیم. بعد اومدم اون جلو، تقریبا هوام خیلی گرم بود چون تو تیر ماه هم بود دیگه، دهم تیر ماه بود این موقع، اونجا هم خرماپزون خیلی گرمه، بعد چشم اذیت میکرد. اون موقع این فیگورا نبود که از این عینکای دودی بزنیم و نمیدونیم این چیزا نبود که. بعد من نگاه کردم مثل این که یه چشم درست کار نمیده، سراب بود چی بود، گفتم یه 4-5 نفری اونجا هستن، من خیلی هم نیروهای خودی هم هستن. بعد منم همینجوری داشتم میرفتم طرفشون از اینکه بیام اینور طرف. بعد من یه مقدار که رفتم توی دشت هم که تیراندازی میشه سخت، شما میشنوی مثل کوهستان نیست، کوهستان تیراندازی بشه سری ویز 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 اینجوری میزدن، یه تپه کوچیکم اونجا بود. من احساس کردم مثل اینکه از اون داره تیراندازی میشه، من خیلی کم به منم نگاه کم دیدم داره به این تپه میخوره، من رفتم پشت تپه و اونا هم حرکت کردن اونم طرف من. بعد این رفقای ما هم سری داشتن بدورو میرفتن که اون ماشین رو چی کنن. اینا یه مقدار که رفته بودن اونجا دیده بودن که
اینا دارن میان، اونا فهمیده بودن، اونا در عینی که میومدن تیراندازی ها میکردن، یکشون هم تیروار دستش بود یه چند تا دیگه، و ما فاصله گرفته بودیم هم از اون طرف هم از این طرف، اینا اومدن نزدیک و بعد منم اول شوخی آره من اصلا فکر نمیکردم، خیلی کردم شوخیه واقعا، اصلا انسان و خیلی هم شوکه شدم، میگفتم ای دادی حالا جواب آقای ایزدی رو چی بدیم، سلشکر ایزدی که الان هستن، گفتم جواب آقای آقا مصطفی ایزدی رو چی بدیم، حالا تو همون حال و هوا و اصلا شوخی شوخی اینا دارن کجا میاد. بعد اومدن نزدیک، نزدیکتر اومدن و صحبت شروع کردن، من رفتم پشت این یه تپه کوچیک بود که اصلا معلوم هم بود این تپه، از این تپه خاک کوچیک بود، اومدن و جلو شروع کردن با ما صحبت. ما حالا اینی که میگم اصلا خودم خندم میگیره الان میگم، مثلا اونا داشتن با من چونه میزدن، اونا خودشون هم مثل اینکه یه مقدار نگران بودن و اونا فکر میکردن که مثلا من نمیدونم اصلا چی میگفتن اینا، اینقدرم سر صدا نه اصلا، اصلا خود منم اصلا شوکه شده بودم اصلا با این وضعیت، اینا با همینجوری مفت و مجانی اصلا چرا اینجوری شد، اومدن جلو به من صحبت کردن که فلان چنان و اینا، همین که داشتن با من جر رو بس میکردن منم با اونو من اصلا جر رو بس میکردم با اونا، بعد منم سلاح نداشتم اونا هم سلاح، بعد اومد که جلو تیراندازی هم کرد کنار پای من و اینا تیراندازی کرد و منم خودم زدم به این که اون یه مثل که داشت میگفتش که بیا بریم، یا به من میگفت کجا بریم، یه چیزایی میگفت، همینجوری تو جر رو بس بودیم، جر رو بس بودیم، یک دفعه تو همین جر رو بس حالا دوستان ممکنه بودن اونورتر دوربین دستشون بود، داشتن با دوربین نگاه میکردن، اینا هم گفتن که فلانی اسیر شد، اونا فهمیده بودن اینا عراقی هستن، فاصله هم از اون ور زیاد شد از طرف امامزاده، هیچی همین تو جر رو بحث بودیم که چی بشه، بعد یه اشاره هم کرد به من که مثلا بند پوتینتو در بیار، داشت به من اشاره میکرد که بند پوتینتو در بیار، که مثلا ظاهرا میخواستن دست رو ببندن نمیدونم چیکار کنن مثلا چی، من هم در رو نبردم، گفتم نه اصلا همینجوری جرابست بود. بعد یه دفعه تو همین آگیر باگیر نمی هواپیمای خودمون اومد تو سطح خیلی پایین هم حرکت میکرد، تو سطح خیلی پایین حرکت میکرد بمبارون کرد اونجا رو، این اصلا من این اصلا یه چیزی به هم ریخت و منم اتفاقا پرتاب شدم، یعنی موجم گرفت منو پرتاب شدم اون برو، و تو همون وضعیتی که پرتاب شدم و اینا شروع کردم به دویدن، شروع کردم به دویدن با چه سرعتی دیگه خدا میدونه، شروع کردم به دویدن رفتم طرف نیروی خودی، اون بچه‌ها که بچه نیروی خودی که اون بچه‌ها بود اونا رو هم دیگه سراغ نگرفتم، فقط اومدیم اینور با دوربین اوکی، ولی منطقه اصلا خاک شده بود، وضعیت عجب. وضعیت خوبی نبود دیگه، هیچی منم وضعم اصلا خوب نبود، میگم موج زدم که میگیره، سردرد شدید و خیلی وضعم خراب بود، به این بچه هم گفتم حق ندارید دارید تو قرارگاه برای کسی تعریف کنید ها، جایی نرید بگید ها، گفتن باشه، منم برای خودم زیاد نقل برای کسی نقل نمی کردم، دیدم یکی از بچه های کرمانشاه که اونجا همراه ما بود تو خاطراتش تو کتابش نوشته بود که آقای کارگر اونجا تو عملیات اسیر شد و اینا، بعد دیگه یه جا از من سوال کردن تو مراسم آقای دهنمکی اینا، گفتم آره مقدار اینجوری بود. و سال آخر هم این که شما با لباس نیروی انتظامی اومدین اینجا، بعد لباس رو عوض کردیم، چی بود قضیهش؟ لباس ما عوض نکردیم، دستور دادن که عوض بشه، تدبیر مقام معظم رهبری بود که فرموده بودن که ایشون باید لباس بسیجی بپوشه در بنیاد حفظ آسمان نشست دفاع مقدس، ما هم لباس رو عوض کردیم، خدا انشالله قبول کنه ازت، انشالله که موفق باشید، عرض توفیق میکنم برای تو، برای من که گفتگو خوبی بود، انشالله که مردم هم استفاده کرده باشن. منم از شما متشکرم و امیدوارم که خدا توفیق بده که به وظیفه‌مون عمل کنیم، خدا آخر وقتمون هم ختم به شهادت انشالله. این کتاب جلد اول شناسنامه است که خدمتتون تقدیم می‌کنیم. متشکرم. انشالله. خیلی بزرگواری کردید. شما صادقین. خداحافظ. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. نیویورک هم رفتیم با احمد نژاد. بله، نیویورک هم رفتیم. خاطره خاصی دارین از اونجا؟ والا اونجا بهتون چقدر مراجعه شد اصلا برای همین؟ خیلی مراجعه شد، مراجعه زیاد بود، هر کشوری می رفتیم، خب امریکا هم یه وضع خاص خودش داشت، اون سالی هم بود که
اون مسئله دانشگاه کلمبیا، بله دانشگاه کلمبیا اتفاق افتاد. و من فقط اینو به شما بگم، من رفتم واقعا اینو قلوب نمیخوام بکنم، خدا به سر شده، وقتی رفتم اونجا واقعا دیدم که خون شهدا هدر نرفته، زحمات امام هدر نرفته، این مجاهدت مردم هدر نرفته. خیلی جمهوری اسلامی با عظمت و بزرگ بود اونجا. من خودم وقتی رفتم اونجا یادم، بعد از اون اتفاقاتی که تو کلمبیا افتاد، اومدیم تو هتل، آقای احمدی نژاد به من گفتن که آقای کارگر نظرت راجع به اتفاقاتی که مثلا از صبح افتاد تو دانشگاه چی بود؟ من گفتم درود بر خمینی، درود بر شهدا. همینو بهش گفتم، گفتم واقعا. و یکی از چیزها این بود که شناخت مقام معظم رهبری نسبت به جامعه جهانی شناخت درستی بود. ما یه شب قبل از اینکه بریم نیویورک، ما رمضون بود دیگه، مسئولین نظام خدمت آقا رسیدیم، آقا اونجا یه تحلیلی راجع به لیبرال دموکراسی کردن. خب ما وقتی رفتیم اونجا دیدیم مثل این که مقام معظم رهبری اصلا اونجا زندگیم، یعنی زندگی اونجا رو درک کردن واقعا، یعنی اصلا واقعا همینطور بود. چون ما تو مجمع عمومی هم شرکت کردیم و دیدیم باز بعضی از این مسئولین کشورها که می آمدن. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی، من خودم اونجا واقعا خیلی روحیه پیدا کردم که باید تو نظام جمهوری اسلامی هر چی توان داریم بگذاریم و کار بکنیم، هر چی کار بکنیم جواب میده. ما نگاه نکنیم، ما جمهوری اسلامی داخلش هستیم، قدر این نعمت بزرگ رو نمیدونیم، باید پامونو بذاریم بیرون. اونم اون موقعی که مثلا میری مجمع عمومی سازمان ملل، تمام سران کشورها میان و با چه احترامی به نظام نگاه میکنن، و اینکه حالا به رئیس جمهور ما با این احترام نگاه میکنه، ما بدونیم عقبش چیه. عقبش این از خودگذشتگی این مردم، شهادت این شهیدان، جانباز شدن بچه ها، همین دفاع مقدس واقعا عظمت بزرگی بود. من جالبه ایسی به شما بگم، خیلی جالبه، ما وقتی رفتیم اونجا یه جلسه ای بود، ایرانیان از همه ایالت ها، تقریبا ایالت ها که بودن، مثلا بعضی از ایالت ها 7-8 ساعت پرواز کرده آمده بودن. جالبه که الان من همین الان که با شما داشتم صحبت می‌کردم یادم افتاد این مطلب جالبه. یکی از افتخارات بعضی از اینایی که اومده بودن پیش ما و با من صحبت می‌کردن، از بچه‌هاشون اینا، بلافاصله می‌گفتن ما چند ماهی جبهه بودیم، ما پسردایی‌مون شهید شده، پسرعمه‌مون شهید شده، فلان. یعنی واقعا انسان نگاه می‌کنه می‌بینه تا کجا هستش. و یکم راجع به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی اینا می‌گفتن، اینا واقعا افتخار. شما تو اوج فتنه 88 هم معاون اجتماعی ناجا بودید، نیرو انتظامی بودید. مطمئنم هم خب یکی از وظایف مهم معاونت اجتماعی پیشبینی عرصه های این چنینی تو مواقع خاص اجتماعی آمادگیشو داشتید واقعا اون موقع. خیلی از نهادهای امنیتی رو هم ما نشستیم گفتم واقعا آمادگیشو نداشتیم. واقعیتش اینه که من سال 88 وقتی رفتم معاون اجتماعی ناجا شدم، تقریبا در اواسطش بود، در اواسطش بود، ولی قبلش خب مشاور سردار مقدم بودم، فرمانده محترم نیروی انتظامی، و مشاور سرلشکر جعفری سپاه، در دو طرفش کار میکردم. در جریان مسئله فتنه اینا بودیم، ولی من چیزهایی که نگاه کردم، نمیخوام بگم 100%، ولی نیروی انتظامی آمادگی نسبی داشت، ولی در بعضی از مواردی که پیش اومد میشه گفتش که بله چیز جدیدی بود، یعنی یه نوع حرکت جدیدی بود، ولی نیروی انتظامی زود تونست خودش جمع بکنه و آماده بشه. یعنی نیروی انتظامی به نظر من یکی از افتخارات بزرگش در این اتفاقی که افتاد، نیروی انتظامی ایستاد. چون همیشه یکی از مشکلات در نیروی انتظامی بود که نیروی انتظامی در ایستادگیش یه مقدار مسئولین در کشور شبهه داشتن، ولی در موضوع فتنه جو انتظامی به درستی ایستاد و مقاومت کرد و به تکلیفش عمل کرد، به وظایفش عمل کرد. بله، تو اون بره شما از وسط کار فتنه که آمدید دیگه اتاق فکر تشکیل دادید و بله اتاق فکرهای مختلف در مورد پیشبینی، پیشگیری اینها انجام می شد.
و بهش هم اعتنا میشد. بعد اساتید دانشگاه جاهای مختلف بله بله کمک میکردن، بله میومدن کمک میکردن. اصلا برای این بود که به هر حال حساب فتنه‌گرا از مردم باید جدا باشه دیگه، چون اتفاقاتی که میافتاد این بود باید جدا باشه. تو خود قضیه فتنه‌گران برخورد نیروی انتظامی برخورد حسبی نبود، چون میدونستن که تعدادی از این کسانی که اومدن بعضن تو خیابونا اقفال شدن و یه عده هستن که فقط به هر حال اینها مقرضانه دارن عمل میکنن. نیروی انتظامی خیلی سعی میکرد و سعی هم کرد و واقعا در این مسئله هم توفیق داشت که هوشمندانه عمل بکنه. در حوزه به هر حال کارهای تبلیغی و فرهنگی هم نیروی انتظامی خیلی زحمت داره میکشید. اینکه میگن که تو مواقع خاص بحرانی این چنینی که بعد امنیتیش خیلی بالا میشه نیروی انتظامی واگذار میکنه به سپاه، درست بود؟ یعنی واگذار شد عرصه؟ به هر حال یه ضوابطی در کشور وجود داره، در شورای امنیت کشور، در شورای امنیت ملی تدابیری از ستاد کل وجود داره که به هر حال تقسیم کاری در کشور وجود داره، ولی در موضوع فتنه تقریبا میشه گفتش که بالای نزدیک به 80% عهده خود نیروی انتظامی بود. البته اگر مردم وارد نمی شدن و نیروهای مردمی وارد نمی شدن مسلم این بود که این فتنه خاموش نمی شد. حتی نیروی انتظامی مدیریت می کرد با کمک دوستان سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، همه واقعا پای کار بودن و بسیج نقشش بی بدیله. یعنی شما بسیج رو بدونید که نجات دهنده این مملکت در همه زمان ها بوده، در فتنه هم نجات دهنده این مملکت بسیج بود.